با سلام و درود فراوان به دوستان عزیز این برنامه فراسوی افق، برنامه دیگر رو آغاز میکنیم. این برنامه رو اختصاص دادم به یه سری توضیحات در مورد مسائل خیلی پایه که من از رو صحبت‌های دوستان متوجه شدم هنوز اونقدر بعضی چیزها روشن نیست و من فرض میگیرم، ولی این از نظر انتقال اطلاعاتی مقدار مشکل داره و اینکه باید مطمئن باشم که اون مفاهیم مشخصه برای شما هم. روی حساب این برنامه رو اختصاص دادم به یه سری مفاهیم پایه، مفهوم اندازه‌گیری، خطای اندازه‌گیری و سیستم‌های مختلط، اعداد مختلط. بعد در انتهام به قسمت پرسش و پاسخ میرم. دفعه قبل ظاهراً من یکی رو میس کردم، یه مورد اول رو که سوال کردم بیشتر دوستان اونجا سوالاشون رو مطرح کردم، برمیگردم اونجا و اونا رو بررسی میکنم. حالا بعضیش ممکنه جواب مستقیم الان اینجا ندم، ولی حداقل یه راهنمای کوچک انجام میدم. خب بریم به موضوع امروز بپردازیم. بذارین اجازه بدین من اینو فعال کنم. این دفعه رو پروژکتور امتحان کردم، میخوام ببینم این نتیجه این چیه و نظرتون رو بدین. بعدم که اینو نگاه کردیم این بهم اطلاع بدین. خب بله، بسیار شروع میکنیم. همینجور که گفتم این برنامه رو اختصاص دادم به یه مقداری اصول پایه. در قسمت اول راجع مشاهده پذیری اصولا یعنی چی، مفهوم اصلا فیزیک و علوم تجربه بر این اساسه مشاهده پذیرها. بعد خطای آزمایشی رو توضیح میدم و چطوری میتونین شما خیلی سیستماتیک مقدار خطای آزمایشیتون رو به دست بیارین برای یک مشاهده پذیر. و بعد در سیستم مختلط هم من خیلی به کار بردم، برای اینکه تمام سیستم کوانتوم مکانیک بر اساس اعداد مختلط و کامپلکس هستش، اینه که یه مقداری من یه آماده سازی کردم. البته خیلی من وارد جزئیاتش نمی‌شم، شما یه کورس کامل دانشگاهی رو باید بگذرونید تا تمام جزئیاتش رو بدونید، ولی یک شمای از دیدگاه مختلط رو بهتون میدم. امیدوارم این دیدگاه کلات منحصر به کار منه، چون من هر چی گشتم روی اینترنت این روش یه قسمتایشو من خودم ساختم، یعنی فکر نمی‌کنم قبلا دیده باشین، برای من شاید جالب باشه و نظرتون دوست دارم بدونم در این مورد. البته از جنبه تصویری و ویژوالیزیشن منظورم، از جنبه ریاضیش حل شده است، این چیزای خیلی استاندارد و قدیمیه، ولی از نظر دیدگاه آموزشی یک جنبه جدید رو من استفاده کردم، نشونتون میدم. بعدم به پرسش و پاسخ میرسیم. خب بذارید شروع کنم. اینجا یه سری تصاویر رو همینجا که ملاحظه می‌فرمایید، بذارید من با پوینتر اینجا نشون بدم. این دوتا تصویر، تصویر نوزاد در موقع جنینیه، این تصویر جدیدتره و کاملا سه‌بعدی می‌بینید. این تصویر عکس برداری مونه ولی با صداست و این تصویر رو من از سگم گرفتم با دستگاه ترمال ایمیجینگ یا مید انفرارد. سیستم مادون قرمز با وسط و با یه سیستمی هست به نام مایکرو بلومیتر، یه سنسورهایی هست که به نور مادون قرمز حساس هم و این پیکسل ها رو تشکیل میدن و این تصویر فرم میگیره. این تصویر با اساس نور خارجی نیست، سگ من خودش تشعشع داره میکنه در این عکس، یعنی خودش منبع نوریه، مثل لامپه. اگر نگاه کنید چشماش داغتر از بقیه قسمت هاست، لبش هم داغه، گوشاش هم داغه، بدنش سرده، میبینی آبی رنگه. این فالس کالر، البته با رنگ غلط به اصطلاح میگن، یعنی کامپیوتر تعیین میکنه که بر اساس طیف حرارتی چه رنگی رو بهش نسبت بده برای اون پیکسل و تصویر. و قسمت شکمش میبینی یه مقدار گرمتره. این تصویر دقتش هم بسیار بالاست. البته من خودم تخصصم تو این زمینه است، دستگاهی که ما میساختیم با سیستم کوانتوم ویل خیلی از این هم دقیق تره، این ماکرو بلومیتره، ولی خیلی قیمت مطلوبی داره. اون دستگاهی که من کار میکردم فقط نظامی ها میخرن یه 4 میلیون دلار دستگاهش تقریبا، چیزی نیست که برای تجارتی شما بتونیم استفاده کنیم بخریم. در قسمت پایین یه سری دیگر رو میخواستم نشونتون بدم. این عکسای مربوط به پزشکی و روش های مختلفه. این روش پت یا پازیتون الکترون توماگرافیه و با سی تی مخلوط شده. این سی تیه
یکی هم MRI حتما اینا رو آشنا هستیم. حالا چرا اینا رو اینجا نشون میدم؟ میخوام بهتون مفهوم کنم که وقتی میگیم آزمایش فیزیکی یا واکنش فیزیکی، یک مجموعه هست از برهم کنش های اجزا. این برهم کنش باعث میشه یک مقادیری در این وسط کم و زیاد بشن و مفهوم کمی پیش میاد. یکی از اصولی ترین مسائل مشاهده پذیری، شما باید بتونین اندازه گیری کنین. این بحث قدیمه که جریان متافیزیک و روح و این حرفا، بلکه قابل مشاهده حساب نمیشن به خاطر اینکه قابل اندازه گیری نیستن. اگر من بهتون گفتم 2 کیلوگرم روح معنی نداشت، درسته؟ به این دلیل من جزء مشاهده پذیر حسابش نمیکنم. در صورتی که بتونین اونم اندازه بگیریم با یک مقیاسی، حالا من نمیگم کیلوگرم، با یه چیزی، اون وقت میشه تبدیل میشه به مشاهده پذیر. و تا اون موقع مشاهده پذیر حساب نمیشه از نظر فیزیکی. شیمیایی هم که میگم منظور همون فیزیکیه. فیزیک اصول پایه تمام علوم تجربیه. بیولوژی رو هم نگاه کنیم، واکنش شیمیایی بیوشیمیایی هستن که به وسیله کوانتوم مکانیک تعریف میشه. من همینا برمیگرده به چی؟ به فیزیک. و ضمناً این مثلا هم بهتون اینجا من عمدن این از تصاویر گذاشتم، میخواستم مفهوم کنم که مفهوم مشاهده پذیری، منظور مشاهده پذیری به عنوان یک چیز حس انسانی نیست، چیز حسی نیست. شما میتونید در این بانده که الان دارتون نشون میدن مشاهده کنید، بدون که جز سیستم حسی بشر باشه. ما اصلا چنین سنسورهایی نداریم در بدن. آشکارساز رادیواکتیو ما نداریم، آشکارساز اولتراساوند نداریم. گوشمون به باند مخصوص فرکانسی رو دریافت میکنه فقط، و به هیچ وجه هم در باندهای خارج از ما، خارج از ویزیبل یا منطقه بینایی نمیتونیم ببینیم. یه منطقه بسیار محدودی هم هست، بین 400 نانومتر تا 700 نانومتر. این طول فرکانس، طول موجی رو ما میتونیم ببینیم. خارج از این یا مادون قرمز یا ماورا بنفش، بعضی حیوانا میتونن، مثلا زنبور عسل ماورا بنفش مقدار میبینه. مادون قرمز و مارها با 2 زائده این کنار صورتشون دارن، اونها مادون قرمز میانی رو مثل این دستگاهی که میگم تون میدونن اندازه بگیرن. البته اندازه که میگم به عنوان حسیه، نه به عنوان اینکه مقدارشو به دست، اون لومیناسیتیشو به دست نمیارن، ولی میتونن تشخیص بدن که هدفشون یه خونگر، یه موش، یه چیزی جلوشه و بهش حمله کنه، حتی در تاریکی مطلق. این خیلی نکته کلیدیه، خیلی اونها این قابلیت رو ندارن. پس بنابراین چی شد؟ این سیستم مشاهده پذیر، هر گونه سیستم اندازه‌گیری که با یک روش، با یک واکنش فیزیکی، یک فیزیکی شیمیایی بتونه با محیط، با اون سیستمی که داریم بررسی میکنیم واکنش بده و یک مقادیری کم و زیاد بشه، این مشاهده پذیر محسوب میشه. و اینجا یه نمونه‌ای ساده شو اشاره کردم. یه مورد دیگه هست خیلی اونم جالبه، سنتوروس یا این چیز یونانی، اینا یک بسیار سلسیال چیز قدیمیشه، یک حالت اسطوره‌ای، نمیدونم حالا فارسی چی میگیم، ولی سنتوروس این مجموعه ستاره‌ایه. این رو در آسمان غربی میتونین در اینجا ملاحظه کنین، فکر کنم در تابستون در این نقطه است، در کره شمالی. عکسایی که میبینین در سمت چپ، از قسمت بالا این ویزیبل یا منطقه مرئی چشم آدم این تیکه رو میبینه. این یکی مادون قرمز، همون بحث مادون قرمز که الان توضیح دادم. این مورد اکس ری هست که تشعشعات خیلی فرکانس بالاست که با ماورا ماورا بنفش. این منطقه معمولا به کیبند اتم ها مربوط میشه و یا با تکنیک برومشترولوم که شما یه چیزی رو به هدف محکم که به کوبین الکترون رو، این حالت دیسلریشن یا شتاب ترمزی باعث میشه امواج الکترومغناطیسی ساطع کنه در این فرکانس. بهش میگن برومشترولونگ رادییشن یا همین اکس ری. با این روش عکس بگیرید، دستگاه رو به واسطه چاندرا ساتلایت و به یاد پروفسور معروف و استاد من چندرسکار به اون اسم گذاشته شده. استاد من بوده در ایران، نه در اینجا، آقای سبوتی، پروفسور سبوتی. بعد در قسمت سمت راست پایین، قسمت اینجورستان که ببینیم با تصویر رادیو تلسکوپه، اصلا با سیستم نوری معمولی نیست، با اون آنتنای بزرگ دیش که حتما دیدین، اینا رادیو تلسکوپ هم میتونه تصویر اینجور بده. البته این مورد خاص با VLA بوده، یعنی Very Large Array، یا
یه قطار سیستم آنتنی هست به صورت مجموعه اینو قرار میدن. این البته من احتمال میدم احتمال قریب یقین که این بر اساس فیز ری بوده، ولی مدل های مختلف هست. شما میتونیم با تشخیص ترکیب دایپول های مختلف این شبکه یه آنتن خیلی بزرگ درست کنیم. البته جزئیات حالا اینجا مهم نیست، مثلا فقط میخواستم اینجا به این دلیل توضیحش بدم که این تصویری که میبینید یه تصویر ساختگیه به وسیله امواج رادیویی، یعنی اینو نه چشم میبینه نه دستگاه های دیگه معمولی، اینو باید با رادیو بگیرید. منتها خیلی عجیبه وقت اول نگاه کنید فکر کنید این تصویر رادیوییه، یعنی اون چیزی که رادیوتون دریافت میکنه تصویر هم میتونه ایجاد کنه. خب این میگم بحث خیلی مفصله، میخوام واردش بشم، فقط میخواستم مفهوم کنم که ما در یک موجودیت بیرون اون یک کهکشان یه سیستم قسمت فعال کهکشانی مثل این بهش میگن AGN یا Active Galactic Nucleus. این از دید مرئی این همه حالتهای دیگه هم داره و این مطالب دیگه رو به شما یاد میده. مثلا این نمونه RF این جتا رو نشون میده که با روش معمولی با طیف مرئی نمیبینیم اصلا. برای خیلی نکته مهمیه که متوجه بشیم که مفهوم مشاهده پذیری فقط مختص چیه اون سیستم های حسی بدن نیست، خیلی بازتره. فقط باید قابلیتی که داشته باشید اینه که با یک برهمکنش با اون وسیله اندازه‌گیری شما یه مقداری کم و زیاد میشه، یه چیزی تغییر میکنه که من میتونم اندازش بگیرم. اگر این حالت رو بتونید به وجود بیارین خیلی همه چی براتون آزاده، همه مشاهدات رو میتونید انجام بدین و هیچ مشکل درش نیست. شرط اصلیش اینه که یک نوع واکنش باشه، مفهوم فیزیکی داشته باشه و ضمناً چی تکرارپذیر باشه، اون که قبلا اشاره کرده بودم، و قابل اندازه‌گیری. این نکته خیلی مهمه. خب بریم به یه مقدار ریاضی بپردازیم. البته میدونم بعضی دوستان دارم ولی متاسفانه چاره نیست، باید همونی که هست و بیان کرد. اینجا در اینجا خطای آزمایشی که دارم نشونتون میدم خیلی سریع من به این مطلب میخوام بپردازم، وارد جزئیاتش نمیخوام زیاد بشم، خیلی بحث مفصلیه. یک واحد دانشگاهیه این برای خودش که شما چجور پروپاگیت میکنه خطای آزمایشی و امثالون. در کامپیوتر هم این مسئله خیلی مهمه، چون خطهای ترانکیشن مربوط به باینری یا سیستم مبنای دو و در حالتهای ریکرسیو که تکرار میشن میتونن پروپاگیت کنن. یعنی شما یه خطای کوچیک دارین بعد پروپاگیت میکنن همینجوری زیاد میشه در طول چرخشی که توی الگوریتمتون هست. این خیلی نکات خیلی مفصل میخوام اصلا واردش میخوام بشه، فقط یک شمای از متد اصلی رو میخوام بهتون مشخص کنم، براتون مشخص کنم. همونجور که میبینید فرض کنید یه مشاهده پذیر داریم به نام YM یا یک نوع متغیر میجر یا میجربل. این یک تابعی هست از یه سری متغیرها. همونجور که میبینید من اینجا با پوینترم نشون میدم، این تابع منه که مشاهده پذیره. این متغیرهایی هستن که این با هم دیگه واکنش دارن و بر اساس یک نوع تابع این نتیجه مشاهده رو به وجود میارن. پس بنابراین یک نوع رابطه مستقیم بین متغیرها و این تابع وجود داره. حالا روش بررسی خطا به این صورته. اصولا اگر دقت کنین خطا وقتی میگیم یعنی یک نوع عدم قطعیت، این همون عدم قطعیت هایزنبرگ که میگیم، یعنی در بودن و نبودن یا مقدار یه چیزی شما شک دارین، ولی چه مقدار شک دارین شما میخواین بررسی کنین. مثلا من میگم این میز 10 کیلو علاوه منهای 1 گرم، این یه حرفه. بگم این 10 کیلو علاوه منهای 2 کیلو، این حرف دیگه است. مسلما اولی که گفتم خیلی دقیق باید اندازه بگیرین و خیلی سخت این کارو بکنین، به خصوص که مقیاس ها خیلی مهمه. مثلا من به شما بگم من دستگاه دارم تو آزمایشگاه یک ماکروگرام رو اندازه میگیره. یه ماکروگرام میشه چیزی تقریبا بنزه نقطه که با قلم میذارین روی کاغذ، وزن اون چقدره. البته وقتی اینو بهتون میگم بعد اینم بهتون میگم قیمت این وسیله یه چیز نزدیک 2-3000 دلاره و حد اکثرش تا 100 گرم 200 گرم رو میتونه اندازه بگیره، 2 کیلو رو 10 کیلو رو نمیتونه اندازه بگیره. به این نشون میده که بهتون که اصولا محدوده اون رزولوشن یا اون دید اندازه‌گیری، اون دقت اندازه‌گیری که دارین نسبت به کل رنجی که
اندازه میره خیلی مهمه. چون نمیتونیم مثلا یه اتومبیل رو با وزن مثلا مایکروگرم اندازه بگیریم، این عملی نیست. چرا عملی نیست؟ به محض که موتور روشن میکنید این سوخت میسوزه، از اگزوز خارج میشه، وزنش تغییر میکنه. بنابراین یه سری رابطه هست بین مقدار اصلی اندازه‌گیری و دقت اندازه‌گیری در اون مورد، در اون مورد خاص. خب از این بحث که بگذرم، یه نکته مهمتر که تو اینجا تو این فرمول که اینجا میبینید وجود داره که باید به صورت خیلی کیفی بهتون توضیح بدم، اینه که خطاها از نظر اصولی نمیتونن همه خونسا کنن. همونجور که میدونیم من میتونم خطای منهای 2 کیلو داشته باشم و خطای بعلاوه مثلا 7 متر مثلا یا 7 سانتی متر. این مثبت و منفی رو چیکارش کنم؟ تکنیکی که به کار میبریم تکنیک استاندارد به نام یوکلید نورم یا نورم اوکلیدوسی. حالا به چه معنیه؟ به معنی اینه که شما مجذورش رو به دست میارید. چرا؟ برای که مجذور همیشه مثبته. وقتی مجذور بکنید خب عدد مشخصا بزرگ میشه، ولی مثل حالت که شما برای فاصله اندازه میگیرید، مثل دستگاه مختصات 2 بعدی یا 3 بعدی، شما واحدهای طولی رو در مختصات توان 2 با هم جمع میزنین، ریشه 2 رو که بگیرین فاصله اون نقطه میشه از مبدا. این بهش میگن یوکلید نورم یا همین فاصله اوکلیدوسی یا نورم اوکلیدوسی. این تکنیک رو برای خطا میشه به کار برد. چطور؟ به این حالت خیلی جنرالایز شده من اینجا نشون دادم. خطای اون آزمایش یک بعلاوه منها، چون ما جهتشو نمیدونیم، همونجوری که میدونیم مجذور جذر که میگیرین میتونه مثبت باشه یا منفی. یک مجموعه سام هست، یک سیگما هست. از این وقتی میگم سیگما نمیدونم، همتون شاید ندونید، یک سمبول اینه که من چند تا چیز رو با هم جمع بزنم، همین، چیز عجیبی نیست. وقتی ایندکسش رو نگاه میکنین متوجه میشه که ایندکسش میگه از 1 تا n، همونجوری که بالا میبینین از مختلف متغیرها از 1 شروع میشه تا n. بنابراین سامیشن هم یا مجموعه جمعیم باید این مجموعه رو شامل بشه. حالا این چه مجموعه؟ این عناصر این مجموعه، المان‌های مجموعه در واقع یک سری مشتقات جزئی هستن. مشتق اول جزئی این تابع بر اساس اون متغیر خاص در خطای اون متغیر. حالا اینو گزارت ریاضی که بنویسیم به این صورت در میاد، چون همونجوری گفتم من نمیخوام منفی ها همه خونسا کنن، توان 2 باید باشن اینا که منفی رو حذف کنن. و این کاری که میکنین توان 2 مشتق جزئی این تابع بر اساس این متغیر در خطای اون متغیر به توان 2، این قابلیت رو براتون جور میگیره سرجم میکنین خطایی که ناشی از متغیر ایندکس جی هست. و ایندکس جی از 1 تا n تغییر میکنه، همه رو با هم جمع میزنین، ریشه دومشو که بگیریم مقدار خطات رو بهتون میده. این خطا رو که به دست آوردین باید در نظر بگیریم، مقدار significant figure یا تعداد رقم‌های معنیدار رو باید در نظر بگیریم. و همیشه شما میرین با چی؟ با کمترین مقدار رقم‌های معنیدار. چرا؟ برای اینکه بزرگترین خطا تو اون مجموعه همونه. مثل این میمونه که من این میز رو با دقت فرض کنیم با طول خطکش هم اندازه گیرم به دقت میلیمتر، بعد با گوشش با دقت مایکرومتر اندازه گیرم، خطای کلی بازم همون میلیمتره، ولی که اون مایکرومتر دیگه گم میشه تو خطای میلیمتری. اینو خیلی ما حتما دقت کنین تو وقتی اندازه‌گیری میکنین و این کار رو انجام میدین، حتما با آخرین کمترین دقت رو باید مرجع بگیرید، نه بهترین دقت، برای اینکه به قول معروف اوورولد میشه با اون خطای بزرگ نه با خطای کوچیک. خب یه مثال براتون اینجا زدم، جوابش این بالاست، من تا قمدن مخفیش کردم. حالا بعدا میتونید خیلی زیرکانه برید ایمیج پروسسینگ کنید ببینید چی نوشته، ولی دوست دارم خودتون انجامش بدید. یه مثال ساده بهتون میذارم که این استفاده کنید که متوجه بشید. مثال اصولا یادتون نره، وقتی یه مثال رو انجام میدید خیلی بیشتر یاد میگیرید. من خیلی از کارا رو که میکنم میخوام سریع استپ به نتیجه برسونم، اول یه مثال رو برای خودم نگاه میکنم، استپا رو نگاه میکنم، حرکاتی که لازم انجام بدید، برای که یه متده، یه روشه. اینم دقیقاً همون روش. بعد این روش رو یاد بگیریم. این روش استاندارد زمنان، این چیزی نیست که من بگمتون این اصلا همینه، این روش استاندارد. مورد عملیش اینه. این مثالی که اینجا زدم در مورد انرژی جنبشی یه ذره است، یه جسم شتابدار در دستگاه نیوتونی، در دستگاه کلاسیکه، یعنی
من به سرعت های نمیرسم بخوام تصحیح نسبیتی انجام بدم، همون در مقیاس کلاسیک درسته. خب چیه؟ یک دوم جرم در مجذور سرعت، این مفهوم انرژی کینتیک یا انرژی جنبشیه. همونجور که اینجا میبینید، اینجا هم همین فرمول نوشتم، منتها فرقی داره. این زمانیه، یعنی این انرژی در حالیه که داره تغییر میکنه، برای همین تابع زمانه اینجا. بنابراین سرعت رو من باید به صورت یه چی بنویسم؟ یه متغیر زمانی. و وقتی شما معادله رو بنویسین، میدونین که در مکانیک نیوتونی میشه AT، سرعت لحظه شتاب رو از در زمان، برای حالتی که از نقطه صفر شروع کردیم. اگر سرعت اولی داشتی یه فاکتور اضافه میشه، ولی بهتره برای ساده سازی من اینو فقط این مثال رو دارم میزنم. از سکون شما یه ذره رو داریم با شتاب A، داره شتاب میگیره در زمان، و انرژی کینتیک شو میخوام بدونم. نه تنها من انرژی کینتیک رو از شما میخوام بپرسم، بلکه از شما میخوام این روش رو به کار ببرین، به من بگین بر اساس این عدده این زیر من بهتون دادم، خطای انرژی کینتیک در ثانیه پنجم چقدره. نمیدونم پشت میاد یا نه، این به عنوان هومورکتونه. البته من نمیخوام مثل دانشگاه بشه اینجا، ولی یه چیزا رو باید انجام بدین تا یاد بگیرین، امکان نداره جور دیگه، نمیشه مثلا گفتاری نیست مسئله، باید انجام بدین. Just do it. خب این در ثانیه پنجم دقتش یه دهم ثانیه بوده، مثل کرونوگراف های معمولی، خیلی هم دقیق نیست. بعد جرمتون نیم کیلو بوده و یه دهم کیلو هم خطا داره، یعنی 100 گرم خطا داره، نمیدونم روشه یا کمه، این برای همین به علاوه اینها هست. اگه دقت کنید شتابش هم 1.2 متر بر ثانیه بر ثانیه است، بعد به علاوه منهای 3 متر بر ثانیه بر ثانیه. خب امتحان کنیم ببینید چی در میاد. عددش اینجا دارم، ولی دوست دارم خودتون انجام بدین تا این مسئله براتون روشن بشه. خب میریم به صفحه بعد. این خیلی جالبه، این کاریه که گفتم بهتون اول برنامه که این روشیه که من به وجود آورم. روی اینترنت من نگاه کردم، این ندیدم همچی چیزی. اگر دوستان دیدن به من حتما خبر بدن کجا دیدم. ولی تکنیکی حالا من روش میخوام بس بدم، ببینم میشه بیشتر ازش این چیزهای دیگه نتیجه‌گیری کرد یا نه. یه روش ویژوال در واقع درست کردم در این قسمت. حالا به این قسمت میرسیم، اول به اون قسمت توجه کنید. در قسمت سمت راست همونجور که میبینین، این یک محور حقیقیه. وقتی آر میبینین یعنی دومین یا منطقه حقیقی، فضای حقیقی هستش اینجا. این محور که میبینین یه محور حقیقیه، یه محور حقیقی در واقع یه مبدا داره کاملا اختیاری در منطقه صفر، و من از این منطقه میتونم به سمت بی‌نهایت مثبت یا بی‌نهایت منفی برم. حالا برای شما چند تا عدد خیلی خاص که از اون مثال لطیفه‌ای که براتون گذاشته بودم میاد، چند تا عدد خیلی کلیدی هست که بعضیشون گنگ هستن و بعضیشون خیلی عدد مشخص، مثل 1 و 3 عددهای خیلی صحیح و مشخص هستن، ولی ریشه 2 رادیکال 2، عدد نپری ای و عدد پی یا پای، عددهای کاملا گنگ هستن یا ایرشنال هستن. این مفاهیم یه مفاهیمی هستن که ما به وجودشون آوردیم، مفاهیمی هستن که میشه گفت مستقیما ارتباط با عدد صحیح ندارن، به طور خیلی دقیق مستقیم، برای اینکه یک جور گسستگی درش هست. برمیگرده اون بحث قبلیمون که آخرین برنامه هم در رادیو شمرون راجع به این موضوع بود که گسستگی چی بود، انقلاب گسستگی، این برمیگرده به اون. این اعداد، این اعداد گنگ اصلا مستقیما نمیتونین رابطش بدین با اعداد صحیح، باید با یک تقلیب همیشه یه ریکرسیو، هی دائما یه پروسه رو انجام بدین تا به عدد برسین، به این اعداد. نمونه سادهش این پایین میبینین، این سری n که میبینین به سمت بی‌نهایت که بره عدد نپری میشه، 1 علاوه معکوس n به توان n. این چیه؟ این یه عدد هیچ وقت معنی نداره به حالت فاینایت یا محدودش، باید این n رو به سمت بی‌نهایت ببرین تا معنی دار بشه. و وقتی این کار میکنین، اسیمتوتی که بده تو میده این اسیمتوتشه، در بی‌نهایت شروع میکنه نزدیک میشه به این عدد. این عدد چقدر؟ همون ایه. من عمدن این فاصله رو براتون گذاشتم، بعد دقت کنین دقیقا همون چیزای واقعیه، یعنی 3 اینجاست، عدد پای یا پی یه ذره جلوتر از 3 14 15 92 6، و ای 2 موازه 71 72 82 82 همچی چیزیه،
و توبینای البته ادامه داره ولی محدودش اینجاست. من این سه تا خط افقی رو براتون کشیدم به خاطر اینکه واحدی هم، یعنی این سه تا واحد یک هستن و اگر دقت کنین دایره که میبینین دایره قطر واحده، این مربعی که میبینین مربع واحده. حالا وقتی این دایره رو قلتش بدین اینجا رول کنه به قول معروف، به کجا میرسه؟ به عدد پای میرسه تا به نقطه اولش برسه. مثلا اینجوری یه علامت بزنید رو تایر ماشینتون و حرکت کنید، نقطه که علامت زنید رو زمین، دوباره رو زمین باشه اون پای میشه فاصلش، درسته؟ میشه پای دی یا دو پای آر که معمولا همون چیز فرمول محیط دایره است. خب چرا رادیکال دو اینه؟ رادیکال دو قطر مربع واحده. این خیلی نکته عجیبیه، دو تا چیز کاملا صحیح یه عدد کاملا گنگ میدن به خاطر هندسه اوکلیدوسی و قضیه فیثاغورس. این پیتاگورین رول یا همون فیثاغورس بهتون میگه که این وتر یه مربع واحد چیه؟ رادیکال دوه که یک عدد گنگه. اصلا ما این عدد معنی خاصی نداره، یک مازه چار، یک چار، دو و الاخر رو ماشه حساب تو بزنی متوجه میشی همیشه با تقریبه. و یا ظاهرم از که رگبار گرفته برای اینکه با دوست عزیزی که نگران صدا بود، من این رو دیگه نمیتونم قرش کنیم، دست این متافیزیکی و سوپر نچرال و خدا و اینا هست، برای اینکه من کنترل رو هوا دیگه ندارم و بعد پوزش میخوام از این بابت، چون اینجا سکای لایت هست به چیز که میخوره صدا میده. خب امیدارم البته برطرف بشه سریع. خب هدفم از این چی بود؟ از این محوری که نشون دادم میخوام بهتون بگم تمام اعدادی که به نظرتون بیاد که مشاهده پذیری رو اون محور قرار دارن به همین راحتی، شما نمیتونین آزمایش انجام بدین که رو اون محور نباشه مقدارش. برای چی؟ برای اینکه یکی از اصول پایه که همونجور که بهتون گفتم تو تعریف اول مشاهده پذیری اینه که اعداد باید مقایسه پذیر باشن. اعداد مقایسه پذیر اعداد حقیقی هستن، بنابراین یک اندازه‌گیری باید در سیستم حقیقی باشه. به اصطلاح فنیش میگن هرمیشن، یا برای اپراتورهای کوانتومی، برای اینکه شما هر گونه تغییری بدین که با اعداد مختلف کار میکنین نهایتاً باید برش گردونیم به فضای حقیقی. اگر در فضای مختلف بمونه قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی مفهوم اصلا قابل اندازه‌گیری نیست، باید حتما تبدیلش کنین چی؟ به فضای حقیقی. خب بعد اینجا چه چیز دیگه نگفته؟ آها، یه نکته مهم در این تصویر بالا، این قسمت، این همون لطیفه‌ای که بهتون گفته بودم که پای به آی میگه get be real و get real اون یکی بهش میگه، به پای میگه be rational، بعد این هم میگه به من ملحق بشین تا بشین منهای یک. دقیقا همین معادله identity یا برابری اویلر هستش. این در تصویری که می‌بینیم واضحه اصلا، یعنی اصلا نیاز به فکر کردن هم نداره. در سیستم مختصات مختلط یه عدد رو به این صورت نمایش میدن، فازش رو بر مبنای ای توان ایه در نظر بگیر، این شعاع این چی میشه؟ این ضلع واحد و در زاویه تتا. اینجا من بزنیم با پوینتر نشون بدم، اینی که می‌بینین این سمبولیک، این نحوه نشون دادن یک واحد در فضای مختلطه. همونجور که می‌بینین در فضای مختلط شما از فضای حقیقی خارج شدین، فضای مختلط عموده بهش، یک استقلال خطی استقلال وجود داره اینجا، ارتاگونال هم به اصطلاح. خب این که اینطور باشه یعنی در واقع شما این نقطه که من اینجا دارم بهتون نشون میدم دو تا مؤلفه داره، یه مؤلفه در فضای حقیقی داره، یه مؤلفه در فضای چی؟ موهومی. ترکیب دو تا فضای مختلط هستن. این به معنی است که تمام این فضا، فضای دو بعدی که این سطح رو به وجود میاره، این فضای مختلطه. این محور تک بعدی فقط فضای حقیقیه. در این فضای دو بعدی شما میتونید خیلی با وضوح ببینید که نمیتونید دو تا عدد رو با هم مقایسه کنید. چرا؟ برای اینکه جلو و عقب معنی نداره. شما دو محور افقی میتونین این کارو بکنین، بگین این جلوتر از این عدده، مثل اینجا عدد 3 کوچکتر از پای هست، عدد ای کوچکتر از 3 از 3 هستش، رادیکال 2 از ای هم کوچکتره، 1 از رادیکال 2 کوچکتره،
همچین مفهومی در مفهوم مختل اصلا معنی نداره، چون دو بودیه. خب پس من چیکارش کنم؟ به چه دردی میخوره این کار؟ دردش اینه که به خاطر دو بودی بودنش درجه آزادی جدید بهتون میده که شما در فضا حقیقی ندارید. به این دلیل ما به شدت اینو در مهندسی و فیزیک به کار میبریم و اصول اصلا تمام ساختار ریاضی کوانتوم، مکانیک کوانتومی برای این اساسه، در سیستم اعداد دو بودیه، نه در اعداد یک بودی حقیقی. خب تا اینجا فکر کنم توضیح کافی برای این تعریف دو بودی بودن دادم و اینو حالا بیشتر نگاه کنین، خودتون بیشتر بررسی کنین، برین مطالعه کنین این مفهوم ای به توان پای آی در واقع چی میگه؟ میگه زاویه پای که همون 180 درجه باشه با طول یک، چون میبینین ضریبی بغل ای نیست و این میشه این خطه، اینجا میشه منهای یک، منهای یک هم بلای یک میشه چی؟ میشه صفر. این در واقع این خطه همون برابری چیه؟ اویلره. همین به همین راحت منطقه تا اینجا بخوایم برسیم 200 سال طول میکشه از نظر تاریخی که چی شد که اویلر به این نتیجه رسید، این سیستم رو درست کرد، یا اعداد مختلف اصلا چجوری به وجود اومد. از کاردن به این وقت معادلات کیوبیک درجه 3 رو میدن جواب نداره، بعد جون اومد گفت که این جواب نداره، شاید جواب برای خودش منطقه در سیستم حقیقی نیست. برای همین ریشه دو منهای یک رو به عنوان یک مقیاس عددی در نظر گرفت، این سکیل یا مقیاس مختصات موهومی به اصطلاح درجه موهومی فضای مختلف بر اساس ریشه دوم منهای یک. این در فضای حقیقی وجود نداره همچه عددی که شما ریشه دوم منهای یک رو بگیرید یه چیزی بشه، ما نداریم هم چیزی. به همین دلیل به عنوان یک مقیاس جدید ما اونو حساب میکنیم و به محض که این کارو کرد یک انفجار توسعه علمی و ریاضی پیش اومد، با اینکه درجه آزادی جدید وارد معادلات کرد. افرادی مثل بیرونی، خیام، الان دقیقاً اسمش یادم نیست کی بود، در ایران هم یه کارهایی کرده بود ولی در این جهش رو نکرده بود که بره وارد فضای مختلف بشه، معادله رو برای سه حل کرده بود ظاهرا. من فکر کنم در یه جریانی قبلا توضیح داده بودم، الان یادم نیست اسم شمس الدین چی بود، اسم خاص عربی داره، ولی ایرانی‌ها در این مورد کار کردن، منتها ایشون این جهش رو نکرده بود به سمت اعداد مختلف. تا قرن 16 طول کشید تا به اینجا برسید، یعنی از اینکه فکر کنم یه 200 سال بعد از دانشمند ایرانی، اگه اشتباه نکنم چک کنید، البته اعداداش مهم نیست، فقط مسئله میخوام بهتون بگم یک مفهوم، یه تحول فکری بوده که ما از مفهوم حقیقی وارد فضای مختلف شدیم، یه جهش کوانتومی بوده به یه نوعی، برای اینکه شما در این فضا یه دفعه یک آزادی، درجه آزادی جدید پیدا میکنید که اصلا وجود نداشت قبلا و این واقعا شگفت انگیزه. در مورد این تصویری که براتون اینجا نشونه، اینو با کامپیوتر درست کردم براتون، یک تابع کوادراتیک یا درجه دو معادلش هم اینجا نشون دادم، بذاریم با پوینتر زبان هایی رو تصویر نشون دادم. این معادله در فضای حقیقی x به توان دو منه 6x بلای 13، اینو برین حلش کنیم، این جواب نداره. چرا؟ برای که جوابش موهومیه یا مختلطه به نوعی. جوابش 3 به علاوه منهای 2i، 2i که بهتون میگم i همون مقیاس که بهتون توضیح دادم، ریشه دوم منهای 1، یعنی نشون بهتون میده شما تو فضای حقیقی دیگه نیستین. بنابراین این معادله درجه 2 رو بخواید حل کنین جواب نداره، تنها جوابی که داره در فضای مختلطه که همون 3 این عددی که اینجا نشون دادم. من برای اینکه براتون تجسم کنم یه مفهوم بشه، اینجا به این صورت بیان کردم یا تجسم کردم براتون. این یه دستگاه سه بودی براتون ساختم اینجا در فضای تخت، مثل این میز در نظر بگیریم، ببخشید این تصویر، این تصویر اینجا، این فضای چیه؟ این فضای ریله یا همون حقیقیه، برای همین نوشتم R2. R2 که بهتون میگم یعنی دو بودی حقیقیه، دومین فضای حقیقیه. تو این فضای حقیقی یک پارابولا یا سهمی این شکل داره و این طبق کوردینت، یعنی دقیقا من با مطلب اینو انجام دادم، این دقیقا این شکلی به دست میاد. این معادله رو تو این فضا پلاتش کنی این شکله. خب همونجور که بینید هیچ نوع تقاطعی با محور اکس یا ریشش نداره، برای اینکه ریشه داشته باشه باید اینو قطع کنه که شما عدد حقیقی داشته باشه، نمی کنه بالاش، خب مشکلی نیست. ولی من یک کار اینجا کردم، من با
چرخش در فضای سبودی این سهمی رو یا پارابولا رو چرخوندم رو محور چی؟ زی یا عمودی این محور، و تو این صفحه کراس سکشن یا تصادمش رو اینجا نشون دادم. این دو تا دایره است اینجا، اگه نگاه کنین تصویر ریز البته باشد روشترش میکردم، دو تا نقطه قرار میگیره. این دو نقطه چی هن؟ سه بغل دعای هن و سه منای دعای. این دو تا چی هن؟ ریشه هن. این همون ریشه هایی که بهتون گفتم. منطقه کجا؟ رو ارتفاع واقع میشن، تو صفحه دومین حقیقی نیستن. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین حرفی که قبلا زدم، این جواب نداره، این معادله، این سهمی ریشه حقیقی نداره، در هیچ جا با محور X تداخل نمیکنه، تقاطع نمیکنه. تنها کاری که میکنه اگر با چیزه با چرخشی متناسب با ریشه دو اینو بچرخونین، در دو نقطه اتصال میده با این صفحه موهومی یا مختلط، بهش کامپلکس من گفتم، کامپلکس دو. این دو نقطه همون ریشه های چی هن؟ این معادله در این فضا. از یه لحاظ من این به چرا این اینو مفهوم میکنه؟ به خاطر اینکه این تصویر در فضا حقیقی امکان پذیر نبود. من باید این چرخش و این چیز ریشه دو رو میچرخوندم. این البته شعار ثابت نمونه، همونجور که میبینین خط سبز، منحنی سبز، حالت چیه؟ ریشه دوه. حالا بگم بیشتر برین روش فکر کنین، حالا شاید هم یه چیز دیگه هم بشه پیدا کرد ازش. منتها ایده‌ایه که من چندین وقت پیش، نه الان، اینو تو ذهنم بود، هیچ وقت زحمت نکشیده بودم اینو به صورت گرافیک نشون بدم، برای خودم فکر رو میکردم. منتها برای شما اینو پلات کردم و دوست دارم نظر تو بدونم تفهیم میکنه این مسئله رو یا نه. و این درجه آزادی جدید برای من مسئله بود که براتون بیشتر مفهوم کنم که شما در این فضا نمیتونین کاری بکنین ولی در این فضا جواب دارین. این دقیقا هم خاصیت مختلط بودن و اضافه درجات آزادی اضافه است که در فضا مختلط شما به وجود میاد. خب بعض مختلط رو بذاریم کنار دیگه، فکر کنم به اندازه کافی راجع به مختلط صحبت کردم. البته میگم به هیچ وجه این رو فرض نکنین این تمام دستگاه مختلط همینه، شما باید تمام ریاضیات مختلط رو برین یاد بگیرین بلکه کاملا مسلط بشین، ولی این به عنوان یک همچین مزه کرده باشی میبینی چی راجع به چی داریم صحبت میکنیم، عدد مختلف، فکر کنم بد نباشه. خب یک بحث دیگه مختلف که استفاده خیلی کاربردی داره در بحث فضای فرکانسی و فضای زمانی یا تمپورال اسپیس یا فرکانسی اسپیس یا دومین بخوایم ترجمه کنیم، این به چه معنی؟ این همش برمیگرده به اون بحث قبلی که بهتون گفته بودم در مورد فضای فوریه یا تبدیلات فوریه. فوریه ریاضیدان خیلی معروف فرانسویه که در قرن فکر کنم 18 همزمان فکر کنم با لاپلاس بوده اگر اشتباه نکنم، یک به نتیجه گیری رسید که هر گونه توابع متناوب که یک جور تکرار دارن میشه تبدیلشون کرد با یک مجموعه از چیزهای ساده، تغییرات ساده. تغییرات ساده چی هم؟ تغییرات مثلثاتی هم، مثلا سینوس یا کوسینوس. سینوس کوسینوس بهش میگن transcendental functions، یعنی یک سیستمی هستن که مثل توابع معمولی نیست که شما از یه نقطه میریم یه نقطه دیگه و منحصر به فرده. شما این کار رو میکنین برای یک پریودی، برای یک دورهی، باز به دوره رو که طی میکنین باز همونو تکرار میکنن. این مفهوم مثلثاتیه و ایشون نشون داد در مورد قضیه است، یعنی ثابت کرده به صورت ریاضی که من هر سیستمی رو که شما بهش بدم فقط شرطش چیه؟ پیوستگی داشته باشه، مشتق پذیری داشته باشه و چی؟ تکرار باشه. همینجور که ببینید این تصویر منحنی قرمز که ببینید یک حالت استپ فانکشن یا کلاک مثل سیگنال های کامپیوتر داره، البته یه سری ماجولیشن روش هست، البته دلیل داره چون مجموعه هارمونیک هایی که اینجا میبینین محدوده، اگر بی نهایت هارمونیک اینجا داشته باشی این سافت در میاد، یعنی این سیگنال مربعی مثلا. حالا به اون دلیل البته یه مقداری ممکنه از آن خورده بگیرین، چرا گفتم پیوستگی مشتق وزیری، حالت 100% عمودی مشتق وزیر نیست ولی میتونین تبدیل فوریه‌شو به دست بیارین.
اشکالش اینه که اون هارمونیکایی که همچی چیزی داره که در بین و از زمان کوتاه تغییر مقدار میده که مفهوم ناپیوسته است، این هارمونیکاش تا بی‌نهایت یه مجموعه غیر صفره. برای همین که من اونو بیشتر محدودش می‌کنم به فاینال. و در اندازه‌گیری ها اصولا هیچ وقت شما چنین چیزی ندارید که یک سیگنال در حد زمان صفر مقدارش عوض بشه. این عملی نیست اصلا. مفهوم حتی کوانتومی هم این نیست. مفهوم کوانتومی زمان، پلانک، زمان پلانک شما میگه کمتر از 1.43 ثانیه نداریم. برای اون هم تازه یه اینکریمنت، یعنی یک فاصله است. شما در اون فاصله صفر نیستین که یه چیزی به یه چیزی تبدیل بشه. فاصله صفر خلاصش بی‌معناست. به مفهوم ریاضی میتونه باشه، ولی اون شلوغی فرکانسیش خیلی بیشتر میشه. اینجا برای یه چیزی میگم شماتیک، یعنی که شما یه چیزی دستگیرتون بشه. این تصویر خیلی من دیدم خیلی مفیده. همونجوری که می‌بینید یه فرکانس پایه است که معادل همین فرکانس اصلی این استپاس، بعد هارمونیک بعدی و امپلیتود یا شدتش هم اینجا به صورت یه خط عمودی نشون داده. این مجموعه رو ما بهش میگیم فضای فرکانسی. چرا؟ برای اینکه من اسپکتروم یا طیف این سیگنالی که اینجا میبینم، این سیگنال طیف فرکانسیش اینه. یعنی نشون میده این فرکانس هارمونیک یکش خیلی قویه، بعدیش یکم ضعیف‌تره و همینجوری آخر. این مفهوم چیه؟ تبدیل فوریه است. حالا تبدیل فوریه دو طرفه است. من اگر در فضای فرکانسی فضای حقیقی باشم، فضای زمانی هم، یعنی تمپورال، این یعنی همونی که میشنوین مثلا موسیقی یا سیگنال رادیویی یا این اسپکتروم اینجا مثلا سیگنال از این دستگاه اومده تو، مثلا این الان لاجیک انالایزر من تصویرش گذاشتم فقط برای یه مقداری برای اینکه تفهیم کنم که موج و سران راجع به چی داریم صحبت میکنم، ولی چیز خاص مفهوم خاص اینجا نداره. و شما وقتی این سیگنال رو در فضای حقیقی دارین، در فضای فرکانسیش یه شکل دیگه است. به این حالت هرچی این لبه ها تیزتر باشه، این پهن شدگی اینجا زیادتره. هرچی این نرمتر به سمت سینوسی بره، اینجا تراکم به وجود میاد، یک فرکانس خیلی شدید میشه. حالا براتون یه مثال میزنم متوجه میشید. این دقیقا اصل عدم هایزنبرگه، عدم قطعیت هایزنبرگ. برای چی؟ برای که بین متغیرهایی که در کوانتوم به کار میبریم، متغیرها هست که با هم کامیوت نمی کنن. به همین دلیل، چون در فضای فوریر هم هستن. وقتی در فضای فوریر هم هستن با هم ادغامشون بکنیم، یک به این محدوده میرسیم. برای که با فشردگی در این فضا، فشردگی اینجا، پهن شدگی اینجاست، پهن شدگی اینجا، فشردگی در اینجاست. و ضرب این دوتا چیه؟ محدوده، یعنی یه مقدار مشخص بتون ده. دقیقا همون اصل هایزنبرگ. خب نکته دیگه که اینجا من در تصویر نشون دادم، بدونید که این دو طرفه است. من میتونم همیشه تبدیل از فضای حقیقی به فوریه بکنم به فضای فرکانسی یا برعکس. فضای فرکانسی رو اگه بدونین میتونید برگردونینش به فضای حقیقی. این کارو اسپیچ سینتیسایزر ها، اسپیچ ریکگنیشن، همینو برای این اساس کار میکنه. صدای شما رو کامپیوتر انالایز میکنه با هارمونیکای ابتداییش، مقایسه میکنه با دیتابیسش که اینو تشخیص بده این همون صدای شماست یا صدای شخص دیگه است. گوش میانیتون دقیقا همین کار میکنه. گوش میانیتون دارای تارهایی هست که طولهای مختلف داره. این پیانو، حتی من الان نمیتونم اینجا نشون بدم که پیانو پشتشو باز کنم نشون بدم، سیمهای پیانو طولهای مختلف دارن، یه منحنی به خصوص داره که بر اساس گام باخ طراحی شده. این مفهوم هارمونیکا همینه که من تجزیه کردم میتونم تشخیص بدم این چیه، این مربوط به چی بوده، چون در هم بودنش میشه اون سیگنال اولیه‌ام. وقتی بشکنمش به اجزا میتونم مقایسه کنم. برعکسش هم هست. کامپیوتر میتونه، همینجوری که میدونین الان دیگه کامپیوترها به راحتی میتونن صدای آدمو تقلید کنن. نیاز نداره صدا رو ضبط کنین بعد پخشش کنین. کامپیوتر سینتزایزش میکنه. یعنی من هارمونیکا رو بهش میدم، میگم صدای ا ب اینا رو ترکیبی، میگم این هارمونیکا رو هم بعد بیفته این بشه. میام به موزیک سینتزایزر، مثلا موزیک سینتزایزر هست، حالا نمیتونم جن شروعتون بدم، شما میتونین هارمونیکا رو تعریف کنین، کاستمایزش بکنین. وقتی کیبورد رو فشار میدین، اون صدایی که شما خواستین به وجود میاد. بر اساس چی؟ بر اساس اون هارمونیکایی که شما تعریف کردین. ذرایبش رو شما کنترل میکنین. تو هوش مصنوعی این ذرایب، البته بحث مفصلی، اون برمیگرده به اون اندازه های اون شبکه. حالا من وارد اون نمیشم، اون البته موضوع متفاوتیه، ولی نزدیکی داره از یه جهاتی. خب بحث فرکانسی بگذاریم، بیا بریم سر چی؟ یه مثال.
این مثال هم با مطلب به وجود آوردم براتون که مفهوم بشه. شما یه سیگنال دارین، این سیگنال دو تا چیز سینوسی اینجا نشون دادم، یکی 125 تی، یکی 60 تی. البته این سوال براتون هست این فرکانس رو به هرتز تبدیل کنین، یکی امپلیتود یا شدتش 30، یکی 20. همینجور که میبینین اون شدیدتره اینه، این فرکانسش بالاتره ولی شدتش کمتره، این ریزه است، این مودولیشن روی این سینوسی است. این سیگنال رو به علاوه یه نویز هم روش انداختم که خیلی خیلی پرفکت به نظر نیاد، یه نویز گاوسیانه، یه نویز خیلی طبیعیه که رو همه چیزا هست اکثریت. وقتی این سیگنال رو شما تبدیل فوریهش رو انجام بدین، اینو بهتون میده. این البته در دستگاه لاگ لاگ، یعنی جفتش محورا در لوگاریتمی نمیشه چیز کردن که فشرده تر بشه تصویر، خطی نیستن. و در محور عمودیش همونجور که نگاه کنیم مگنیتود یا همون شدت این دوتا سیگنال در محور افقی در دو نقطه پیک داده، یعنی دوتا ماکسیموم داره. این دوتا ماکسیموم رو اگر چک کنیم همون دقیقا همون واحدهایی هم که من اینجا به کار بردم، یکیش در 60 تی، یکی 125 تی و یکی دامنش 20، یکی دامنش 30. اینو تبدیل کنیم به هرتز، نزدیکای 10 ایناست، 10 15 هرتز اینا هرچی. من تو عددشو در بیارین تو متوجه بشین که دقیقاً چه جوری میشه این کار رو انجام داد. اگر هم بعداً سوال داشتین بپرسین که من عدد درچو بهتون بگم یا متدشو بگم چه جوری این لازم بگم دیگه. اومگا تی، حالا بریم ببینین اومگا تی یعنی چی، حداقل سوال رو بریم نفتر کنیم. خب پس چی شد؟ این سیگنال اصلیه، دو تا هارمونیک هست، یه هارمونیک اصلی که بزرگ هست ولی فرکانس کم و یه هارمونیک دیگه که فرکانس بالاتر ولی دامنه محدود، ماجولیت کرده اینو در واقع. بعد نویزش هم که هست، اون نویزش که میبینی اون گوشه افتاده، بلکه محدود بوده، دامنش محدود بوده تو طیف فرکانسی این پایین. البته طبیعتا شما اینو خواهید داشت به خاطر اینکه این فاست فوریر ترانسفورمه، بر اساس روش کامپیوتری کار میکنیم، محاسبات عددی خطا پیدا میکنه. و من حتی اگر سیگنالم هم یه مقداری هم تمیزتر هم از این بود، این قسمت دومش رو نمیتونم حذف کنم. همیشه این طیف این هارمونیکا به خاطر اینکه لوگاریتمی هم هست، شما یعنی از این مثلا فرض کنید صفره به یک میلیون 10 بار شدتی ضعیف‌تر، منتها اینجا درشت مساوی هم نشون داده به خاطر اینکه محورهای لاگ لاگ هستش، یعنی تو مختصات لوگاریتمی هستش. خب بگذاریم از اینم، بریم به انتهای برنامه و سوالات شما. امیدوارم البته بتونم همه رو جا بدم اینجا و انتخاب میکنیم ببینیم کدومش سریعتر میشه جواب داد. بعضی سوالات خیلی بزرگی، اصلا انتظارم نمیشه داشت که من بتونم در یک برنامه کوتاه اینو جواب بدم. خب بذاریم ببینم چی داریم اینجا. خب این بحث ما رو که دیگه فکر کنم دیگه خسته شدیم ازش، من بنزه کافی توضیح دادم. آقای مهتاد خیلی بحث داشت با من، البته بازم ایشون باور نداره این اتفاق رو، ولی من سعی کردم بهشون مفهوم کنم که این اتفاق افتاده. هدفم از این بود که بیشتر متوجه چیز دیگه باشیم. ایشون اومده از اطلاعات رو ویکی‌پدیا استفاده کرده، اون بحث دیگه ایه. بله میتونین کار بکنید، ولی من سوال من اون نبود، سوال من بود که این تصویر و ویدیویی رو من بهتون دادم، این کلیپ ویدیویی، شما نمیدونی هیچ چی دیگه نمیدونی، فقط همین اطلاعات رو داریم. فکر کنید برای چی من اون از چکش استفاده کردم؟ دلیل استفاده من از چکش این بود که چکش رو تنها چیزی بود که منحصر به فرد بود تا تصویر من بتونم یه تقریبی روش بزنم. لباس فضلاوردی سایز به خصوص داره، اون شخص دیوید اسکات توی این وسیله است، توی این لباسه، سرش معلوم نیست انتهای سرش کجا، قد شما میدونم چقدره وقتی چک بکنید، برای مشکلی نیست. مشکل اینه که شما با شواهد و اندازه هایی در تصویر یک تقریبی بزنید. نگرانم نباشین که این تقریب مثلا خیلی خطا داره، مسئلهش برای چیزی دیگه بود، برای نقض یک مسئله بود. نقض چی؟ نقض این که آیا این در کره زمین اتفاق افتاده یا خیر، همین بحث آقای مهداد که به وضوح میتونی ثابت کنی نه خیر اینطور نیست، این در کره زمین نبوده این صحنه، حالا هرچی میخوام بحث کنی.
این شتابش با شتاب زمین فرق میکنه. اگر فرض هم میکنید که این سرعت فیلمو کم و زیاد کردن، این حرفا نمیتونید حرفو بزنید، برای اینکه سرعت دست طرف دیوید اسکات سرعت نرمال بود. تعداد فریماش هم مشخصه، 29.96 فریم در ثانیه است. سیستم NTSC بوده این ویدیو که دیدید. دقیقا میتونه اندازه بگیره سرعتاشو. تو ارتفاعش هم 1.60 بوده بر اساس گزارش ناسا. بر اساس یک سری چیزای دیگه من دیدم 1.2 دهم گفتن، یه سری توی ویدیویی بر اساس تصویر محاسبه کرده بود حدود 1.4 ثانیه حدودا سقوطش طول میشه. مهم اون نبود، مهم اصلی بحث چیز دیگه است. مهم اینه که ثابت کرده 9.8 متر بر مجذور ثانیه نیست، این نکته اصلی بود. من نمیخوام با یه تصویر مضحک بگم که چی محاسبه کنیم با دقت اعشاریه مثلا دو رقم معنی دار، نه. آقای DND هم اگر اشتباه نکنم این سوال کرده بود، بهشون توضیح دادم مثلا اون مهم نبود که دقت عددیشون چقدر باشه، مثلا اینکه با اون مقیاس عددی که ایشون میگه جور در نمیاد، 9.8 نیست به همین راحتی، و ثابت میکنه که این آزمایش در کره زمین نبوده. من نمیتونم بازم بگم این کجا بوده، دقت کنید، من بازم تایید مطلق نمیکنم چیزی رو، من دارم میگم این آزمایش در کره زمین نبوده. حالا شما خودت بخوان از حدیث از این مجمل اصطلاحی هست فارسی میگیم، به چه دارن این حرف رو میزنن؟ برای اینکه اصولا در چیز مسائل علمی شما نقیض میکنید، چیزی رو مطلق نمیتونید ثابت کنید. به چه دلیل؟ برای اینکه خطای آزمایشی. من وقتی راجع به چیز مطلق گویی میکنم، یعنی دقیقا با تمام دقت ممکن این بی‌نهایت یه چیزی رو میدونید، چنین چیزی وجود نداره، اصلا فیزیک بر اساس نیست. بنابراین تنها کاری که میتونید بگید که با قطعیت میتونید بگید یه چیزی نیست، نه که چی هست. در مورد این تصویر هم همینه، من به طور مطلق میتونم بهتون بگم تصویر در کره زمین انجام نشده، اون ویدیو در مربوط به زمین نیست، بلکه در زمین شتاب جاذبه 9.8 متر بر ثانیه. بندازین یه چیزی رو که سنگو بندازین پایین ببینید چقدر طول میشه، امکان نداره 1.4 ثانیه 1.4 ثانیه طول بکشه بخوره به زمین. خب از این بحثی که من دیگه اصلا واردش نمیشم، برای همینم هم دیگه نخواستم با ایشون ادامه بدم بحثو، برای اینکه بی فایده است، ایشون نمیخواد قبول کنه مشکل خودشه، برای اینکه مسئله رو ما حل کردیم. خب برمیگردیم حالا به کجا، سوال بعدی دنیای هولوگرافیک. ایشون سوال کرده، البته من هولوگرافیک رو قبلا هم اشاره کرده بودم، جهان هولوگرافیک یه ایده است، یه تئوریه، ما البته زیاد وارد اون بحث نمیشیم، اینجا بحث خیلی مفصلیه، دیدگاهی که بعضیا باور دارن، البته بعضیا برش میگردن به دنیای اون میتریکس یا همون فضای مجازی که ما در واقع یه شبیه سازی هستیم. اون بحث مفصلیه که من اینجا نمیخوام واردش بشم، قبلا من در برنامه‌های قدیم در رادیو این رو راجعش مفصلا صحبت کردم. فقط یک چیز رو در نظر بگیرید، اگر مشاهده پذیر نیست زیاد بحثی نداره، اگر شما چیزی رو نمیتونید بگین که قابل تفکیکه از یک تئوری دیگه، یک انکار ناپذیر میشه، یک تئوری انکار ناپذیر، به ارزشی نداره، ارزش فیزیکی نداره. این حرف آخر منه در این مورد. در مورد کاربرد لیزر خودش یک بحث خیلی مفصلیه که من باید یه برنامه مختص بدم که مثلا به شما بگم چجوری میشه هولوگرام درست کرد، ولی اول بریم یه مقدار راجع به لیزر مطالعه کنیم. هولوگرام یه مقدار پیچیده تره. اول خود لیزر و اصول لیزر که نور لیزر چه تفاوتی با نور عادی داره رو بعد دریافت کنین، اول متوجه بشین، بعد میتونیم بحث کوهیرنس و تصویرسازی سه‌بعدی رو بیشتر صحبت کنیم. آقای بابک میگم بحث خیلی مفصله، کاربرد خیلی زیاد داره. یه شخص دیگه مثلا میبینم کجاست، ایشون مثل که گفته من در این موارد کار زیاد کردم، ایشون آقای احسان هم میگه برو کتاب هولوگرافیک بخون. خب شما بخون لطفا برای ما تعریف کن، بحث چیزی نیست که بهتون چیزی اضافه کنه، اول مسئله پایه رو یاد بگیریم. من حرف من با شما اینه، اول بسم الله به قول معروف نمیرین مسئله غیرعادی. فرنج بحث کردن ممکنه جذابیت داشته باشه برای خیلی ها، پایه نیست. شما اول مسئله پایه رو که بلد نیستیم، وقتی یه طرفایی میزنی اینجا من نمیدونم چی باید گفت، برای اینکه شما اول مسئله پایه رو یاد بگیرید بعد بریم وارد مسئله پیچیده‌تر. اشکال خیلی‌ها در اینه، فکر می‌کنن علم اینجوری پیشرفت کنه، علم اصلا اینطوری کار نمی‌کنه.
علم بسیار سیستماتیک استپ بای استپ، یعنی شما قدم های اولیه رو باید به قول ما رو اول باید crawl then walk then run، you cannot do all at once. بنابراین اینو باید خیلی دقیق در نظر داشته باشین. موضوع هولوگرافیک و میتریکس و اینا که میشنمین تو مجلات و این حرفا گفتنی، بله یه چیز ایده است، ولی اگر آزمایشی یه چیزی ادعا میکنه که متفاوته، اون وقت به عنوان یه چیز جدی در میاد. الان اینطور نیست تا اونجا که من میدونم. اگر که شما بیشتر میدونین حتما بگید، اینجا یه سایت آزاده میتونین مطالبتون ارائه بدین. خب بذار ببینم این بیشتر از این بود، این چرا اینقدر اصلی؟ اوه فهمیدم، این چیزای جدیدتره. آه درسته، حالا میرم از اولش نگاه کنیم. خب ایشون خیلی سوال هم کرده بزنن، این کرمچاله و همین ورم هول اینا رو سوال کرد آقا احسان. مشخصا ایشون خیلی علاقمند به این مسئله، ولی بعد هر چیزی رو میگم اون مراحل ابتدایی رو شما اول عبور کنید تا به این نقطه‌های پیچیده‌تر برسید. من تو چون سوال کردن ایشون خیلی مختصر بگم، این تئوری هم هست که توسط کیپ تورن، یکی از دانشمندان برجسته است تو کالتک، این تئوری رو داد چندین سال پیش تو دهه 70 فکر کنم، همکار با چیز هم همکاری داشت با استیون هاکینگ، و ایشون این تئوری متخصص نسبیت عام ایشون، تئوری که داد این بود که میشه یه فضای رو مثل همون اینشتین روزن بریج، خودش قبلا این فکر رو کرده بود خود اینشتین، که اگر شما فضای خمیده داشته باشین بعد یک تکینگی رو ایجاد کنین که در دو طرف واقع بشه، مثل یه تونل به نظر میاد، تونل تو چار بود، و شما میتونین از یه فضا وارد یه فضای دیگه بشین اگر که در اون دهنش له نشی. اینو باید خیلی در نظر بگیرید، دقت کنین دهنه ورم هول کرمچاله باید به حدی باشه که کراش نکنه شما رو. اگر که اونقدر کمپرشن ایجاد میکنه که قطعات و ابزار و اتماتون به هم بریزه، اون سفر مرگباری خواهد بود و شما متلاشی شده شما از اون طرف در میاد. این بنابراین یک مسئله خیلی خیلی خیالیه در حال حاضر. در فیلم های تخیلی استار ترک شما میبینید، ولی دهنه ورم هول اینقدر بزرگی که سفینه‌شون انترپرایز یا وایجر میتونه از توش رد بشه. اگر اینقدر سایزش بزرگ باشه که فضای اقلیدوسی حفظ بشه، شما دوچار تایدال فورس نشین، بله میتونین یه همچی چیزی باشه. منتها سوالشون یه چیز دیگه است، میگه این درگاه میشه به وجود آورد یا فقط میشه کشف کرد؟ محتمل‌تر اینه که ما کشفش کنیم، بلکه انرژی که چنین تویستی بتونه تو فضا زمان ایجاد کنه ما بلد نیستیم برازه، یا حتی تخیل هم نمیتونیم بکنیم که منبع انرژی باشه بتونه این فضا رو اینجوری مچاله کنه در لحظه، یعنی با اراده مثل سویچ بزنین ورم هول ایجاد کنین بریم توش. این اصلا حتی در تخیلمون هم نیست، چه برسه دیگه به حالت کنترل. خب بنابراین اون بحث کاملا خارج از محدوده شعور انسان امروزیه، ولی امکان این که در آینده بشه با یه آزمایشات مثل گراویتیشنال لنزینگ اگه بشه یک جوری نشون داد که این تصویری که من اینجا می‌بینم ناشی از یه جای دیگه است. من البته ندیدم کسی همچین ادعایی بکنه، ولی یه جوری شاید امکان باشه بشه اینو از طریق دیستورشن‌های کناریش مثل سیاه‌چال پیدا کرد. من اونم مطمئن نیستم عملی باشه، ولی به عنوان یک چیز تئوری میشه راجبش صحبت کرد. خب من فکر کنم جواب کافی بوده برای این سوال، بریم سر بعدی. آزمایش فیلادلفیا رو لطفا نپرسید، این یه چیز مهملاته که شما احتمالا از روی مجلات غیر علمی سود و ساینسی که میبینن دور بر. یه آزمایشی که میگه کشتی نیروی دریایی آمریکا در فیلادلفیا محو شده، وقتی که تسلا باشون همکاری میکرد، نمیدونم این امواج الکترومغناطیسی ساته کرده، این رفته توی فضا زمان دیگه، بعد اومده بیرون دوباره جابجا شده به خاطر اینکه دستگاهشون درست کار نمی‌کرده، بعد سربازا و نیوی سولجا سیمنا تو این چیز فیوز شدن، مثلا دستش تو پولاد بوده، مثلا از این مهملات. خب اگه دوست دارین این چیزا رو مطالعه کنیم بکنیم، مطالعه این به عنوان همون سای فای نگاش کنیم، به عنوان جنبه علمی نیست. وقتی اگه تجربه نمی‌کنین یا نکردین یا نمیشه تکرار کرد اصلا بحث نداره، مثلا اون روح و جن و این صحبت‌هاست. دوزونه شاید منطقی‌تر باشه، ولی که من آدم می‌دونم
میدیوم واقعا یک اطلاعاتی به شما میده که امکان نداره جور دیگه بفهمه، بعد حدس بزنین که یه چیز دیگه هست. منتها این مفاهیم فلادلفیا اینا دیگه بهتر آدم راجعش نظری نداشته باشه. بوزون هیگز، بوزون هیگز یه بحث خیلی مفصل، یه جایزه نوبل برد در 2013 یا 2015. پیتر هیگز این تئوری رو داد، در تئوری بهش میگن استاندارد مدل، ذرات بنیادی تئوری واحد داره منهای گراویتون، که یکی دیگه هم سوال کرده بود از این مسئله. گراویتون رو بذاریم کنار، تمام نیروهای اصلی، سه نیروی اصلی، هسته ضعیف الکترومغناطیس، هسته قوی و و الکترومغناطیس، همشون رو به طریق تئوری استاندارد مدل ما میتونیم چیکار کنیم؟ توضیح بدیم با دقت بسیار بالا. یکی از نتایج اون تئوری این بود که یک ذره دیگه هم هست در انرژی خیلی بالا، البته در تی وی هم ترو الکترون بود، که این ذره میتونه چیکار کنه؟ یک واکنشی با بقیه ذرات داره که حالت لختی ایجاد میکنه، یعنی اینرشیا بهشون میده. برای شما اگر اون نباشه، در هیکس فیلد نباشه، شما ذره با سرعت نور میتونه حرکت کنه، چون جرم نداره، چون جرم صفر که داشته باشه با سرعت نور حرکت کنه مشکل نداره. دلیلی که شما الکترون یا مثلا پروتون میبینید سرعتش محدود شده، الان ببینید که یه فیلد دیگه هم تو محیط هست، فضا پر کن، که واکنش میده با این و اینو هی درگ داره، یعنی مثل که تو ملس مثلا توی مثلا قیر فرض کنیم، یا مثلا عسل دست قاشق بخواید تو اون حرکت بدی خیلی سخت تره تا مثلا تو آب یا تو هوا. تو هوا از همه آسان تر، تو خلا از همه بهتره. این مفهوم چیه؟ اون خیلی عمومی و خیلی سطحیه، مفهوم هیگزه. بیشتر بخواید مطالعه کنیم، بعد خیلی مواد اولیه‌شو بریم یاد بگیرین راجع به فیزیک کوانتومی، بعد فیزیک ذرات بنیادی و آخر و دکترا بگیریم، خلاصه بخواید بیشتر بفهمین راجع به مسئله. دکترا در همین زمینه زدن. کوچیک و بزرگی بحث نبوده اصلا، ذرات دیگه هم هست که هنوز شناخته نشده. خب شناخته نشده که پس سوالتون چیه؟ اگر شناخته نشده نشده دیگه، راجع به مجهولات که ما صحبت نمی‌کنیم، اگر چیزی شناخته شده بود میدونستیم راجعش. ذرات میتونم من اینجوری سوالشون رو مطرح کنم، منظورش احتمالا اینه که آیا چیزی هست که ما تو تئوری داریم و هنوز مشاهده؟ بله 100%. این تئوری مثلا نمونه بهتون میگم، مانوپول از زمان دیراک هست، که ذراتی میتونه تخیل کنیم که قطب مغناطیسی منحرف سر به فرد دارن، به جای دو قطبی، یا شمالن یا جنوب. مشاهده کردیم؟ نه. من یک دوستام هم دوره خودم رو اون کار کرد، دکتراش هم گرفت، برای پیدا نکردنش دکترا بهش دادن، چون در مقیاس یه رنج انرژی رو داشت بحث میکرد از قطعاتی که از این سرن اومده بود برامون، ایشون اندازه‌گیری کرد، طولانی من فکر کنم 2-3 سال طول کشید که اندازه‌گیری کرد معادلش سودو مونوپول، یه چیز به صورت مثل بوبین و دراز میمونه، میفرستاد تو سوپر کانداکتور اسکوید ببینه میدان چه شکلی تغییر میکنه، بعد ذره ببینه از توش عبور میکنه یا نه. خلاصه نتیجهش منفی بود، یعنی نول بود در واقع، و به اون دلیل چی شد؟ دکتراشو گرفت. ولی ارزش این که بگید مثلا خیلی جدی بهش فکر کنین، هم به نظر من یه مقداری تون رویه، بر نظر من البته. بنابراین حرف ایشون از این لحاظ میتونه مفهوم داشته باشه. آیا چیزایی هست که هنوز شناخته نشده؟ بله هست، اگر که فرض کنم اون تئوریش هست. من راجع به چیزایی نمیگم که حتی تئوریش هم نیست، ایشون هم من فکر کنم منظورش اینه. خب بریم به جهان هولوگرافیک که الان گفتم، تقریبا همزمان به کوانتوم میرم. این که دیگه خیلی دیگه خارج از موضوعه. راجع به فیزیک کوانتوم، روانشناسی اینا، خیلی مسائل روانشناسی اصلا فراموش کنه، اینقدر مسئله پیچیده میشه. درجات آزادی روانی و بیوشیمی مغز چیه، این اصلا خودش یه بحث مفصله که بهتون گفتم. اصلا هنوزم هست تفاوت هست بین دیگاه مثلا افکار عادی مثل راجر پنروز و نوروفیزیولوژیست های امروزی اینا، هیچ کدومشون فکر نمی کنم مغز آدم یه چیز عجیب غریبه، فکر میکنم یه ماده شیمیایی مثل یه ماشین، مثل یه کامپیوتر کار میکنه در یه مقیاس دیگه، هیچ حالت های دیگه نداره، چون دماش بالاست. بیشتر بحث ها مکس تگمارک رو برید نگاه کنید، بحث همینه از MIT، میگه یه دماش بالاست، نمیتونه حالت کوانتوم انتنگلمنت باشه. من به راحتی نمیتونم اون حرف رو قبول کنم. این آقای پنروز
حرفایی که میزنه یک اصول دیگر رو در نظر میگیره. اون ماجول هایی که روی توبیلای هست، ماکرو توبیلای، میگه این استیت های اینا کوانتومی و درست میگه. حالا چجوری این تو کانشسنس یا خودآگاهی نقش داره من فکر نمی کنم ایشون هم جوابی داشته باشه. الان یک تئوری میده، یعنی اونم زیاد نباید اونم خیلی جدی بگیریم، به عنوان یه تئوری یک راهکاری بهتون میگه که قبلا فکر نشده بوده. حالا سالها طول میشه ما اینا آزمایش کنیم، بحث کنیم، ببینیم چی بوده قضیهش، ولی در حال حاضر بحث بازیه، یعنی هنوز جواب براش نیست. برای من ایشون در این مورد سوالش خیلی خارج از باند مربوطه این برنامه هست، بنابراین دیگه از بیشتر واردش نمیشم. متافیزیک متافیزیکه، این سوال ایشون یه وقته در مورد این مورده، برای که متافیزیک وقتی متافیزیکه که اندازه‌گیری نشدنیه. اگر اندازه‌گیری شدنی باشه همونجور که اولش رو کردم، چیه؟ مشاهده پذیر و فیزیکیه. متافیزیک به این مفهومه، بنابراین این که بخواین شما اینا رو ادغام کنید در هم یک چیز نامفهومه ده. دوباره اصناری از آزمشو محرمانه و فلانی حرف، این دیگه باز رفت توی تئوری توته و اون آقای مهداد میگه میترسی. خب معلومه من میترسم از این چیز مهمن، دوست ندارم بحث کنم وقتمون رو. ببینید دوستان، وقتتون رو رو چیزای این فرنج نگذرونید. این برنامه رو من درست کردم داوطلبانه، نه از یکی سپورت میشم، فقط برای یه چیز، یه جنبه آموزشی ایجاد کنم، فقط هم. اگر این مسئله براتون ارزش داره استفاده کن، اگر نداره این برنامه گوش نده، همون برگردیم اون رادیو شمرون، برای که اون یه دید دیگه است، یه افکار دیگه است. من راجع به ترامپ هم یه چیزایی بهتون میگم، بازم جنبه بایاس من نمیخوام صحبت کنم، چون بعضی دوستان مثل که ناراحت میشن از این حرف. واقعیت رو باید بگین، اصلا کار نداشون کیه. بله هیچ کس مطلق درست نیست، که مطلق غلط نیست، هم بخواد ترامپ هم کنه مثبت هم کرده، ولی وقتی من انتقاد دارم به خاطر مجموعه است. یک مجموعه این شخص یه چیز مهملیه، برای که حرفایی که میزنه اینقدر احمقانه است، اصلا خجالت باره برای ملت امریکا، برای خیلی ها، برای اون که سر میفهمن این حرفای چرندیاتی که زده بود راجع به شستشو کننده ها رو ضد عفونی رو بخورین و تزریق کنین. یه دو نفر رفتن بیمارستان بابتش. برای من خیلی دقت کنیم به مسئله. وقتی من بحث آموزشی میکنم به خاطر اینکه آگاهی رو میدونم بهترین چیزی که ما در اختیار داریم، و آگاهی با بایاس بودن و با مفاهیم اعتقادی یا نمیدونم مفاهیم مهملات که یکی یه چیزی گفته، یکی از یکی یه حرفش، اینا به جای نمیرسیم. این هدف من نیست، بنابراین اصلا و ابدا من چنین تمایل ندارم این بحثا رو وارد کنیم تو این چیزها. انتخاب منه، چون برنامه منه، درسته؟ بنابراین من ترجیح میدم شما دوستان برین کنجکاوی کنین، برین بحث کنین رو مسائلی که مسئله پایه علمی داره، و روی اون میتونیم جلو بریم که در نهایت شما یه چیزی بهتون اضافه بشه، ولی وقت خودتون رو نمیخواید تلف کنین. وقت منم وقت خودم دارم تلف کنم همینجوری، و من اصلا اینطور فکر نمی کنم. البته من مطمئنم دوستان بسیار زیادی، من همونجوری که جوابهایی دیدم واقعا براوو بود. واقعا یکی یه موردی گفته بود، آقای دی ان دی بکنم، که بحث نیست که طرفدار داشته باشه، بحث اینه اونایی که دوست دارن یه چیز یاد بگیرن، و واقعا همینه. از این من بهتر نمیتونستم خودم بیان کنم این حرف رو. بنابراین آقای احسان اگر دوست دارن روی مسائل کار کنن شخصا بکنن، ولی ما اینجا علاقه به این مسائل نداریم. کجاییم الان؟ بله ایشون ای را، من نمیدونم ایشون خانم یا آقاست، میگه من در اون لیزر سوال دارم، آیا در چند درصد از لیزر استفاده میشه؟ لیزر نوره، این سیستم نورانیه. شما کاربرد میتونید هزاران مدل کاربرد جدید براش درست کنید، هیچ ممنوعیتی نداره. مثلا اینکه تمام باندای فرکانسی لیزر رو تقریبا ساختیم، غیر از منطقه اکس ری و گاما که خیلی سخت هم هست، برای اونا هم کار میشه. البته بهتون بگم در تگزاس من میدونم یه گروهی هست که من میخواستم ویزیتشون کنم در فورت وورث، که روی تشعشع گامای لیزری داشتن کار میکردن. این تا چقدر عملیه نمیدونم، ولی با اکس ری میدونم درست شده، سافت اکس ری، و لیزرش بسیار قدرتمند، بیشتر کاربردهای نظامی داره، چون این انرژی اون چیز همین اکس ری معمولیش پر انرژی، چه برسه که لیزر باشه دیگه. کاربرد اصلی که من میدونم برای ایشون هم شاید کار مفید باشه چیز پزشکیه، برای مثلا جراحی رتینا، نمیدونم کار رو پوست،
برای مثلا کار زیبایی یا برای مثلا سرطان نمیدونم، برای اندازه‌گیری های مثلا علائم پزشکی برای دیاگنوستیک مثلا با تیف یه فرکانس رو بفرستیم بعد برگشت رو بگیرین، رو تیف برگشتیش مطالعه کنیم ببینید چه مواردی موادی تو سیستم هست، مثل مثلا دستگاه اندازه‌گیری رو چشم شما میتونید بولگای خونی شبکیه رو با لیزر میتونید چک کنید بعد یه چیزی به دست بیارین برای کار پزشکی. اینا انتها نداره، همش به تخیل و قدرت ابتکار خودتون بستگی داره که چیکار باش بکنید. و واقعا من فکر نمی‌کنم به انتها رسیده باشه به هیچ وجه. خیلی از جنبه‌های کوانتوم انتنگلمنت که بهتون قبلا توضیح دادم بر اساس لیزره، چون نور خیلی ساده‌تر قابل کنترل، مثل پولاریزیشن یه چیز ساده است، من خیلی راحت میتونم پولاریزیشن کنترل کنم یا سپلیت بکنم یه نور رو از توی کریستال، بهش میگم پروپورشنال پی پی اکرونیمش یادم نیست، نور لیزر آبی که میفرستید دو تا نور قرمز ازش میاد بیرون و انتنگلت هستن. این نکته خیلی مهمیه. این اساس کار چیه؟ اون آزمایشات اتریشی، آقای اتریشی و اون اختراعی که من بهتون توضیح دادم که ما ثبت کردیم بر اساس فوتون‌های انتنگل شده هستن و الان مبانی این کارهای انتنگلمنت به سادگی با نور انجام میشه، با نور لیزر. بخواید با مثلا سوپر کانداکتور این کارو بکنید خیلی سخت‌تره، ولی اونم روش کار شده. تو استرالیا من میدونم چند نفر رو اون زمینه کار میکنن که لوپای سکویت رو با هم انتنگل کنن و اینا، چون چیز کوهرنس تایمش زیاده. فوتون میدونین که فوتون رو نمیتونی نگرش داریم، فوتون حرکت میکنه به صورت لوپ، بنابراین من نمیتونم سستین نمیتونم بکنم، مثل جعبه نیست من یه دونه فوتون بذارم توش بمونه اون تو، جذب میشه فوری. اینه که این مقدار مشکل ایجاد میکنه برای کوهرنس تایم. این خب در مورد چی سوال کردن؟ نوع جدید این بحث خیلی بحث مفصله، من فکر نمی‌کنم اینجا بشه اصلا اشاره هم بهش کرد. در مورد پتانسیل بالا که الان گفتم دیگه، پتانسیلش دست شماست که برین اختراع کنین و ابتکار به خرج بدین ازش بیشتر استفاده کنین. لیزر به وفور ریخته، لیزرهای نیمه هادی دنیا رو عوض کردن، برای که لیزر قبلا یه چیزای بزرگ و توب و دستگاه‌های خیلی گران قیمت بود، الان با 50 سنت هم شاید بتونید یه دلار هم بتونید مثلا لیزر قرمز بخرید. این لیزر چینی ریخته به وفور در همه جا، بنابراین اصلا مشکلی نیست که شما دیگه لیزر بخرید. زمانی بود من مثلا دانش آموز بودم فکر کنم دانشگاه بین‌المللی تهران، رفته بودم یکی از آلمانی اومده بود یه لیزر گازی بود البته هیلیمیا شوت میکرد، ازم دور همون زمان دانش دبیرستانی بودم میدونستم نورش طبیعی نیست، یه گلوه خیلی غیرعادی و چیزی تپشی داره، بهش گفتم این چیز لیزره درسته؟ گفت بله بله. واقعا هیجان گرفت، تجربه خیلی فراموش نشدنی برام بود در اون زمان. یه چیزی راجع به ما داریم راجع به دهه 80 صحبت میکنیم، یعنی میشه تقریبا 30 سال قبل. خب از این بگذرم، به سوالشون ممنونم ولی خیلی بحث بست دادن ایشون، امیدوارم دوستان خیلی خلاصه تر و خیلی محدودتر سوالشون رو مطرح کنن که بشه یه جواب منطقی بهش داد در این فاصله کوتاه زمانی. او در مورد اینشتین ایشون سوال کردن، خیلی مایلم این کار بکنم چون این روشون خیلی من مطالعه کردم از قدیم، از زمان دبیرستان من روشون آشنا بودم، شاید یه برنامه رو به اون اختصاص بدیم، ولی بحث تاریخی میشه، بحث علمی نیست، چون ایشون دو تا بود داره، این بود کاراکتر تاریخی هست و این شخصیت تاریخی، یک کاراکتر هم که تو فیزیک یک کارهایی کرده، این دوتا چیز مستقل هم کارهایی که تو سیاست، تو نحوه تفکر فرهنگی، فلسفی داشته، بحث کاملا مجزا با آدمی نبود که خیلی خودشو محدود نگه داره، واقعا بحث میکرد و نشون میداد، مخفی نگه نمیداشت، از این لحاظ کاراکتر بی نظیری بوده و امیدوارم زمانی راجبش بیشتر صحبت کنیم، نه اینجا البته. حتما این کار رو میکنم، فقط جواب من اینه که این کار رو انجام خواهم داد چون مفیده. آقای ای فکر کنم این سوال رو کرده در مورد آقای حسابی، خیلی حرف خیلی خلاصه میگم، پروفسور رو من شیفتش بودم در زمانی که در قید حیات بود و چند بار افتخاری داشتم حضورا وقتی دانشگاه اومده بود، دانشگاه تهران میومد در امیرآباد، من ایشون رو دیدم و شیفتش بودم، واقعا با اون یک انسان شریف، یک انسان یک
آموزگار، یک معلم، یک نمیدونم، تمام فاکتورهای خوب رو میتونیم بهش نسبت بدیم. یه آدمی که واقعا خواستش از زندگی چی بود؟ هدفش آموزش بود، یعنی میتونست خیلی کارهای دیگه بکنه، ولی مشخص میتونه یه انسان برجسته و واقعا یه انسان شریف، یه ایرانی فوق العاده بود. در هر سیستمی که بخوان، چه در سیستم شاه، چه در سیستم جمهوری اسلامی، هر دوشون میدونستن که پدیده است و خیلی احترام میذاشتن بهش. با کراوات همیشه میومد سر کار، من یادمه، خیلی متشخص، خیلی استایلش، اصلا چیز استثنایی بود. در مورد کار علمیشون، در زمانی در جوان که بودنشون در پرینستون بودن، با همون انستیتو تحقیقات عالی پرینستون، و اتفاقا در زمانی بوده که کی آلبرت اینشتین هم اونجا بود، البته پیرمردی بود اینشتین در اون موقع. و تئوری که ایشون داد، اونجا که من میدونم، یک گرایشاتی داره، شباهتایی داره به تئوری همین دوگانگی ذره موجی، با یه تفاوت که ایشون این فیزیک موجی یا انتشار مادی رو به حالت فرم فیزیکی فکر میکرده. این مفهوم فرق میکنه با کوانتوم مکانیک. کوانتوم مکانیک این نیست. ایشون ایده که میده مثل این میمونه که شما یک ماده غلیظ دارین که میگین جرم، بعد یه مقداری غلظتش کاهش میکنه، کاهش پیدا میکنه، هرچی دورتر میشین ازش، در بی‌نهایت به سمت صفر میره. این مفهومیه که ایشون مطرح کرده بود. مفهوم کوانتومی شباهت به این داره، ولی این نیست. مفهوم این غلظت نیست در مفهوم این چیزی که تا اونجا که من میدونم، فکر کنم این چیزی که ایشون مطرح کرد و کاری هم که کردیم بود، یه قطعه طلا رو نور رو از کنارش عبور داد، نشون داد که منحرف میشه، مثل اینکه شما وارد یه ماده غلیظ شدی چگال، با اینکه مثلا قطعه اینجاست، یه قطعه طلا اینجاست، ولی این کنارهاش هم میتونه ابجاج ایجاد کنه تو نور. مفهوم همچین مفهوم. البته میگم ایشون وارد بحث علمی با اون مفهوم پژوهشگر علمی حرفه‌ای نشد هیچ وقت، به خاطر اینکه تمام انرژی و وقتش رو گذاشت که ایران مدرن رو به وجود بیاره. خیلی کارهایی که می‌بینید در ایران هست به خاطر ایشونه، از دانشگاه بگیرین تا خطوط راه آهن و نمیدونم جاده و ازمیل پدیده بوده ایشون. متأسفانه چادر تو همه چیز باشین، برای اینکه وقت انسان محدوده، عمرت محدوده. البته ایشون 93 سالش بود وقتی فوت شد، ولی انسان شریفی بود. من در مراسم عزاش شرکت کردم، در خیابون تجریش بود فکر می‌کنم. پسرشون هم در رشته مهندس مکانیک سیالات فکر میکنم، ایشون هم پیر. البته بگذاریم، انسان شریفی بود، من فقط همین رو میتونم بگم. ولی دانشمند حرفه‌ای بود، مفهوم که ایشون آقای ای منظورشه نبوده، ولی که وقتش رو اون کار نگذاشت، روی چیز دیگه گذاشت. گراویتون با او هم هست، گراویتون با ای نیست. گراویتون همونجور که اول گفتم، گراویتون تو اون محدوده چی واقع نمیشه. تو استاندارد مدل ما جاذبه رو توضیح نمیدیم، تنها چیزی رو که توضیح نمیده جاذبه است. جاذبه یکی از اون نیروهای اصلیه، ولی قابل توصیف با فیزیک بنیادی امروزی ما نیست. این تئوری گراویتون رو داده شده، ولی تجربه ما نداریم در موردش. یعنی شما آزمایشی نبوده که، تا اونجا که من میدونم، آزمایشی نیست که بتونه نشون بده همچین ذره‌ای اولا وجودش رو اثبات کنه، بعدم تخریب‌هایی رو که ما می‌ذاریم، اسپین دو جرم برای جرم موثرش مثلا، اینا کجاست؟ البته گراویتون میدونیم که بوزونه، بنابراین جرم نداره، تا اونجا که اگر اشتباه نکنم مثل فوتونه، ولی اسپین دوه. ولی اینکه مشخصاتش رو اینجوری دقیقا تو آزمایش اندازه بگیرین و نشون بدین، من تا اونجا که من میدونم همچی چیزی اتفاق نیفتاده. خیلی هم باورشون که اصلا همچی چیزی وجود نداره. حالا بحث دیگه ایه، اون بحث آقای ورلنده که قبلا بهتون شروع کردم، بر اساس انتروپیکه، یعنی اصلا جاذبه رو به اون مفهومی که ما میدونیم قبول نداره. میگه اصلا جاذبه مفهوم انتروپیک، مجموعه از ذرات این نیروها رو به وجود میارن به خاطر انسامبل، یعنی یک نیروی انتروپیکه. شما بی نظمی که به سیستم میده، این انتروپیش میره بالا، یک گرادیان نیرو وارد میشه، به وجود میاد، و اونی که شما تجربه میکنید با نیرو. این البته مفهومی که خیلی موثر فقط برای این شخص هلندیه، آقای ورلنده، ولی همچین چیزی هم هست. یعنی گراویتون در همه تئوری ها نیست، در تئوری های استاندارد اینجوری ما فکر میکنیم که یک ذره اکسچنج، یک بوزون اکسچنجی یا رد و بدل کردن به تو ذره وجود داره برای جاذبه. خب بعد دید در آینده آیا این
پیش میاد. نه اینجوری که من در اسکرین اون طرفم الان متوجه میشم که یه چیز اختلاف فرکانسی داره، این نوار سفیدی داره اینجا بالا میره، این سفید اینجا، اگر چیز دیگه اونجا میبینیم به خاطر اختلاف فاز این دوتا. میرم خودش یه مثال جود برای فرکانس ها، البته خیلی خوشحال ممکنه براتون نباشه ولی امیدوارم ببخشید دیگه اون تیکر رو. بعد متوجه بشم این چرا، من چون فرکانس اینو انتخاب کردم 60 هرتز، اینم 60 هرتز بعد درست میبود ولی ظاهرا اینطور نشده. خب این پوستر رو هم توضیح دادم، این خیلی ساده انگاریه، یعنی فراسادگیه دیگه، یعنی ماسبی، اصلا ماسبی من نمیدونم یعنی چی، تو تجربه ماس نداریم، تجربه یه چیزی میری اندازه بگیم مستقل از شماست، اونم شاید من مفهومش رو درست نمیفهمم، ولی کنت بی میتونه درست باشه، برای اینکه وقتی شما میگین ذره احتمالش که اینجاست انقدر اینجا صفره، یعنی که اینجا نمیتونه باشه، البته نداریم معمولا صفر نمیشه هیچی، ولی فضای اکسکلوسیو یا غیر قابل جمع داره در کوانتوم، مثلا اسپین میتونه بالا باشه یا پایین، نمیتونه هر دوش باشه، البته برای سوپرپوزیشن هست، اونم باز دوباره شامل اونم نمیشه. خب برای من راجع به گرافیک من نمیتونم زیاد چیزی بگم، ولی شخصا من فکر میکنم به این سادگی ون دایگرامی که اینجا میبینین باشه به عنوان توصیف. بنابراین من جوابی هم که دادم زیاد این بود که من زیاد مایل نیستم به این به عنوان توضیح خوب. در مورد این بازم بحث این قضیه چیز کره ماه که اونم دیگه منزه کافی حرف زدیم. خب میکنم برای فکر کنم منزه کافی گفتم دیگه برای این دفعه. بله بله بسیار بله. خب امیدوارم این برنامه رو استفاده کرده باشیم، خوشحالتون باشه به نهای این مسئله ورتیکالش که داره میبینم داره میره بالا، حالا اونم برطرف میکنم دفعه دیگه، ولی به طور کلی بازم تکرار میکنم، امیدوارم دوستان هدفشون رو بذارن برای یادگیری، برای مفاهیم پایه اول، بعد فرنج و اینا زیاد مهم نیست، از چه علمی چندان نداره و دونستر ندونستر اینکه مثلا این تقلب بوده یا نبوده چیزی بهتون اضافه نمیشه، فرض کنم تقلب بوده، شما مسائل علمی رو برید مطالعه کنید، خودتون میتونید به عنوان قاضی بگین که یه چیزی درست بوده یا نبوده، ولی وقتی اطلاعات علمی پایه رو ندارید همه چی میتونه امکان پذیر میشه. ببینید چی میگم، این بحثیه که من سعیم در اینه که اون مسئله رو تا حد ممکن جوابگو باشم که این مشکل رو نداشته باشه، یعنی مغز یک فکر منتقد با پایه‌های اصولی که بتونین درست و غلط رو به راحتی تشخیص بدین، با نگاه بتونین بگین که بله این با مفاهیم پایه علمی جور در نمیاد یا جور در میاد و به چه دلیل، نه بایاسی باشه ابجکتیو به مثلا نگاه کنین و نتیجه‌گیری خودتون رو بکنین. و با این حرف پایانی فکر کنم به این برنامه پایان بدیم تا برنامه بعد. سپاسگزارم، روز و اوقات خوبی داشته باشید و سعی کنید که این بیماری هم پندمیک هم یه جوری کنار بیاریم و مواظب خودتون باشیم و مواظب بقیه هم باشیم. سپاسگزارم، روزتون خوش.